ما بعضی از عبارات، بعضی از تعاریف و برخی از تلقی ها رو استفاده می کنیم در تبیین دین که واقعا سوء تفاهم برانگیزه و پذیرش دین رو یه مقدار دشوار می کنه و این تلقی رو ایجاد می کنه که خب دینداری کار سختیه. می دونید بعدش چه اتفاقی می افته؟ خیلی ها بیدینی می کنن، به خودشون حق می دن، میگن خب خیلی کار سختیه، ما نمیتونیم. و این فاجعه است. چرا ما عبارت هایی رو درباره دین، درباره متقاعد شدن برای دین به کار میبریم که این تلقی ایجاد بشه؟ مبارزه با نفس یعنی مبارزه های گروهی از علاقه های موجود در جان من با گروه دیگری از علاقه های موجود در جان من، نه مبارزه با علاقه هایی که من دارم. خب پس اگر گفتیم مبارزه کن با میل خودت، در واقع منظور اینه، در واقع معنای دقیقش اینه، مبارزه کن با این میل کمتر و موافقت کن با اون میل بیشتر، قویتر، ارزشمندتر، کیفدارتر و الی آخر. حالا حکمای ما قدیم یه شعری داشتن، چقدر شعر قشنگه، میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. شما یادتون هست موضوع کلی بحث که میخواییم ببینیم گناه چیه؟ حالا گناه من برات در میارم. کم کم کار به یه جایی میرسه که میبینی تو زندگی چیزی جز گناه نداری. برای چی؟ برای اینکه این کارهای خوبی کردی، اینکه طبق میل خودت انجام دادی، برای ارضاء نفسانیات خودت، اینکه هیچ. تو کار خوب چیکار کردی مثلا؟ بگو ببینم. اگر یه کار خوبی کردی با شکنجه این کارو کردی، که امام حسین علیه السلام فرمود کاری رو که با اشتیاق انجام ندادی اصلا روش حساب نکن. اگه با عشق انجام دادی، کیف کردی، که خب دو قرط و نیمت هم باقی، ایستی هم پدهکار شدیم، حالا به نفع خودته. نفهمیدی به نفع خودته؟ ما روز اول تو این بحث گفتیم آقا چی باید بشه؟ اول اهل برنامه باید بشه، دوم اهل منفعت. تو وقتی مطلقا دنبال منفعت باشی و دنبال منفعت مطلق باشی، دنبال خدایی، خدا خودش گفت من به نفعتم، مخلصم میشی.